سلام استاد، سلام دوستای عزیز. چی حال و چی احوال دارین؟ آرزومند هستم که با کانون گرم خانوادگیتان یک زندگی پرصفا و سمیت به سر ببرین و بیننده برنامه جدید ما باشین. دوستا، امروز باز مهمان خانه هایتان شدم و شما میزبان هستین. امروز اعضای ما با یک نوه کلچه مهمان خانه هایتان شدیم که نام از این کلچه است دونت. اولادا زیاد خوش دارن، هر وقت که بازار بری بگوی چی بیارم میگه به ما دونت بیار. خب کدام چیز خاص نداره، بسیار آسان است عزیزایم. فقط خمیرش مثل خمیر کلچه تندوری که ما شما در افغانستان میکردیم. خب عزیزم، قبل از اینکه ما برنامه را آغاز و مواد به معرفی بگیرم، یک تشکری خاص میکنم از شما عزیزایم که چینل لایک میکنین، با کومنت های مقبولتان مردگه هم روحیه میتین و چینل شیر کردین. تشکر از عزیزایم که چینل با دوستا و فامیلای خود شیر کردن. عزیزایم، ما دیگه چیز زیادتر از این برتان گفته نمیتونم، فقط اما قدر میگم که شکر است که شما را دارم و مرا تنها نمیمانین. دی برنامه باشین دوستا. اول ما میرم شیر میمونم سر آتش. راستی از یاد نره که برتون بگیم امروز من دونت هم در سر آتش پخته میکنم، به خاطر که دیگه که سر آتش چوب پخته شوه بسیار مزه دار میایم. من شیر میمونم که گرم شوه، بعد از او به کار ما شروع میکنیم. زیاد داغ نشم تا کمک شیر گرم شوه. خب از این ما شیر گرمه کردیم، داغ نساختیم. باید برتون یاده باشم که 240 میلی لیتر شیر ضرورت داریم، 7 گرم خمیر مایه ضرورت داریم، 7 گرم، 60 گرم بوره، 60 گرم بوره ضرورت داریم. ایران به بالایش اضافه میکنم. البته باید یادآور شوم که 30 گرم مسکه تنها در داخل کال در خمیر میکنیم. من فقط اضافه میکنم، باز دیگه پسان هم ضرورت داریم که باید اضافه کنم. 2 عدد تخم مرغ ضرورت داریم، 2 عدد تخم مرغ هم زردی و سفیدیش اضافه میکنم عزیزم. و نمک، فقط 2 چنگک نمک یا 2 گرم نمک ضرورت داریم. تینمی 2 گرم است بس میکنم. خب عزیزم، من تمام از این مواد مکس میکنم. خب عزیزم، این مکس میکنم که بوره و مسکه و شیر خوب مکس شوند. من به یک گیلاس منک میکنم دوستا. آرده 600 گرام استا اضافه میکنیم. با دوستا من ایره خوب خمیر میسازم. بعد از اینکه خمیر شد براتان نشان میتم که خمیرش باید چقدر اندازه سختی و نرمی شد چقدر باید بانه. خب از ما خمیر آماده ساختم. آلی خمیر میپرتم در روی میز و باید برتان یادآور شوم که ما 30 گرم مسکره در داخل خمیر گرد کردیم، 60 گرم مسکره ما ضرورت داریم، 30 گرم دیگه حالا در خود خمیر گرد میکنم. دوستا، حالا تمام همی 30 گرم مسکره دیگر هم با این خمیر خوب مخلوط میکنم. فقط سختی کار دونت اینمی هست عزیزم که خمیرش باید خوب مالش داده شود. شما دیگه بیننده باشین. البته باید یادآور شم که سختی خمیر به این اندازه باشه دوستا، ببینین زیاد نرم نباشه و زیاد سخت هم نباشه. خمیر ما آماده ساختم، خمیر ما آماده است که باید دیگه استراحت کنه و از این ایره مدت نیم ساعت الا یک ساعت. خب من تا جایش ببینین، در جای گرم میمانین خود نیم ساعت، اگه در جای ایزر متدل باشه یک ساعت. ایره استراحت میدیم و خمیر خوب پوت میکنیم که خوب برسه. خب ما میرم از این آتش دهی آتش دانا میندازم و دهی دیگایم آب ساده اضافه میکنم و سر آتش میمانم شانه که تا که خمیر ما برسه یا باید جوش باشه. آب ساده رو بیارم. امروز یک روز طوفانی هم است، خدا کنه که صدای مرا خوب داشته باشین. از این قسمت میبینین مدهی آتش دارم آتش انداختیم و دهیش هم این حالی ای دیگار سرش میمانم که به خاطر
شکلات آب در بینش انداختیم، باید این آب ها جوش کنه. سر هر دو آتش دارم. خب دوست عزیز، من آتش در اجاق علیده انداختم، دیگار از آب پر کردیم، سرشان ماندیم اینجا کما جوش بیان و بخاطر ککاو یا شکلات. قسمه که میبینین نیم ساعت خمیر ما هم پوره شده، از خمیر خوب رسیده. من خمیر بسم الله گفته میگیرم میارمش سرمیز. میبینین به این رقم باید خمیرتان برسه. دوستان من کل خمیر سرمیز حالا میندازم. خب دوستان من خمیر به دو قسمت تقسیم کردم، یکیش به خاطر آشگز و دیگیش که دونت که ما به دست جور میکنم. اینا ببینید که چی رقم میکنم، یاره به اندازه مساوی من برش میزنم. دوستان این خمیر ما زغالی که برای آش یا برای بولانی میکنیم او رقمی نه، فقط از این طرفایش میگیریم، این رقم جمعش میکنیم در مرکز خود زغاله، به خاطر که در چهار طرفش کدام درز یا کفیدگی از خمیر وجود نداشته باشه. ببینین دوستا به این رقم. خب از این کل از این خمیرها را من به این رقم زغاله کردم. اینال چی میکنم؟ اگر در خانه بک پیپر داشتین خب از این انوار میکنین، این رقمی به یک رقم دوستا این انوار میکنین. از این یا رقم جور کردم، باز هم مدت 15 دقیقه معیاره یک استراحت میتم که دیگه هم خوب برسن. دوستای خمیر ما آماده شد، اندازه‌ش خودتان انتخاب میکنین. دوستا میتونین که به هر اندازه‌ای که خوش دل خودتان باشه اینو میتونین که برش کنیم. این خمیره هم آماده شد، یاره هم 15 دقیقه استراحت میتیم به شکل از دیگه. سرشان خوب پت میکنم دوستان. باید یادوارشم که روغن باید قدر داغ نباشد. خب دوستان خمیره همش زغالای دونت را که ما جور کرده بودیم باز یک 15 دقیقه دمشان راز شدن. به این شکل تمام دونت داخلش سوراخ میکنیم. دونت ما آماده شد. این دونت هایی که برشی ساخته بودیم اینا هم آماده هستن. دوستا بسم الله گفته دونت اضافه میکنیم در روغن. از این بسیار داتش خفیفی رو پخته میکنین، یک روش سرخ شده من روی دیگهش دور میکنم. دوستا دونتا سرخ شده، معیار دورش خوب مقبول سرخ شده، داتش خفیف از این معیار میکشم. دونت ما پخته شد و شکلات همچنان آب شده. شما میتونید که ببینین. ببینین دوستا آلم در بیخش آب گرم است و این هم شکلات سفید است و این هم شکلات سیاه به خاطر دیزاین کردن دونت ما و به خاطر دیزاین کردنش. دوستا من از این شیرنی ها استفاده میکنم، شما را خوشتان از هر شیرنی که استفاده میکنین. به خاطر دیزاین دادن شیرنی که به شکل گل است از این هم استفاده میکنم. مسئله مهمه که من براتون باید بگویم، امروز شما دیدین که من به دو طریقه دونت آماده کردم. یک طریقه دوستا دیدین که من امرای دست همشه جور کردم و یک طریقه دیدین که امرای آشگز هموارش کردم با قالب برش زدم. اینان دوستا فرق شد بینین، کار دست کار دست است. همیشه اگه خیاطی باشه سوزندوزی باشه بسیار کیفیتش بالاست، منتها کار ماشین زود میشه و مشکلات به امرای خود نداره، منتها باز چندان کیفیت نداره. خب عزیزم شما میتونین که همینجا عملا ببینین، فکر کنین ما این دونت با دست جور کردیم، این رو با دست جور کردیم، البته براتون جدا بانده. ببینین این ای بغلایش عزیزم ایچ نوه خمیر خود باز نکده. بقا ایران ببینین، ایزا ایران ببینین
چقدر فرق میکنه. خب عزیزم، ما شکلات را در کاسه کلان میندازم و میخوایم که دونت را دیزاین کنم. شما بیننده برنامه باشین. حالا عزیزم، ما هر دانه از دونت در داخل از این شکلات میزنم. شکلاتی که آب شده به اندازه. ببینید دوستا، بعد از او با این شیرنی ها ریشه دیزاین میکنم. بسیار آسان است دوستا، میتونین که در خانه جور کنین و اولادا را خوشحال بسازین. خب از یک دیزاین دونت ما تیار شد. البته بگویم به شکلات سیاه حالا شروع میکنیم به آماده کردن شکلات سفید. خب دوستای، دونت ها را در بین شکلات سفید هم میزنیم و دیزاینش میتیم. به این شکل از زمین کلش را دیزاین میتیم. عزیز، ای بود برنامه دونت پختن ما. دیدین که به کدام طریقه ما پخته کردم و چی رقم ایره دیزاین کردم. دوستا اگر احیانا در خانه شما از این شیرنیایی که بخاطر دیزاینش هست ندارین، میشه بابوره، ما بابوره هم براتون دیزاین کردیم. دوستا ببینین، میشه خود دونت در داخل بوره که میده باشه، خوب بوره سرش پاش بده. خب عزیزا، ما دونت را به خاطر اولادا تیار کردیم که اولادا زیاد خوش دارن. همیشه میگن که به ما پختک و یا بازار که برم، میگن بر ما بیا. دیگه ببینیم نوش جان کنن که خودشان بگن مزهش چی رقم است. بگیم مصیب جان، از کدام رقم خوش داری؟ عزیز خوش داری؟ صدایش تو از کدام خوش داری؟ عزیز خوش داری؟ بگیرین نوش جان کنین. ما هم یک کمک میگیرم، منتها از شکلاتارش نمیگیرم دوستا. از این بورم خب من مجبور هستم یک کمک بخورم. مزر دیزاین کشوه باید یک کمک بگیرم. خب دوستا، جایتان خالی؟ ببینم که مزهش چی رقم است. مزدار است دوستا. من یک دانش براتون توتک کنم. ببینین که درون ازی چقدر خوبش پخته شده. ببینین چقدر مقبول پخته شده. خب عزیزا، این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. باز هم یک تشکری خاص میکنم از شما که تا حال بیننده برنامه بودین و مرا همراهی کردین. دیگه خدا کنه از این برنامه استفاده کرده بتانین. دوستای عزیز، بازم یادآور میشم، شکر است که شما را دارم. خواهرتان تنها نمانین، چینل را لایک کنین، سابسکرایب کنین و کومنت های مقبول برام بتین. همیشه کومنت های تقویت کننده به من دادین که همیشه مرا روحیه داده. کومنت های به من دادین که همیشه به من روحیه داده. و در شیر کردن چینل عزیزم سختی نکنین. چینل با فامیلایتان هم شیر بسازین، آنها هم مستفید شوند. خیرش به اونا هم میرسه، به ما و شما، خصوصا به ما هم میرسه. دوست عزیز، تا برنامه آینده، تا ولاگ آینده، شما را به او الله بی نیاز مسپارم که مالک هر دو جهان است. خدا حافظ ناصرتان، ایام به کامتان. خواهرتان تنها نگذارین. خدا حافظ.